کسی از فضلا به من گفت که اگر ما چیزی به عایشه بگیم این توهین به رسول اللهه. گفتم اگر به زن پیغمبر اکرم چیزی گفتن، هر پیغمبری توهین به اون پیغمبر باشه، پس خداوند متعال خودش توهین کرده دو تا پیغمبرشو. اگر توهین نسبت به زن پیغمبری توهین به اون پیغمبر باشه، پس خداوند متعال خودش دو تا از پیغمبرانش رو توهین کرده. چرا؟ چون دو تا به اصطلاح زنان این دو تا پیغمبر را به بدی در قرآن اسم آورده، فخانتاهما فلم یغنی عنهما من الله شیئا، این که این دو تا شوهر پیغمبرن به درد این دو تا زن نخورد و اینا نتونستن کاری بکنن برای زنانشون. اگر بنا باشد که چیزی به عایشه بگیم توهین به رسول الله، پس خود خداوند متعال به انبیایش توهین کرده. از اینجا معلوم میشه که نه ملازمه ای نداره که زوجه پیغمبر به اصطلاح استحقاق توهین داشته باشه و توهین او ربطی به پیغمبر اکرم نداشته باشه. زوجه رسول الله، عرض کنم که یا پسر رسول الله، یا خادم رسول الله، یا صحابی رسول الله، تأثیری بر خود رسول الله. حالا پسر حضرت نوح، خب چیزی بر پسر حضرت نوح بگیم توهین به حضرت نوحه؟ نه. پس بنابراین کسی نگوید که اگر این حقایق گفته شود، این مطالب خونده شود، این نسبت به پیغمبر اکرم هم مثلا اهانت است، جسارت است، ولیعاذ بالله. نه، اینطور نیست. خود قرآن این دو تا قضیه، دو تا زن را که زنان لوط و عرض کردم که نوح بودن، مثال زده برای اینکه عایشه و حفصه را تأدیب کنه خداوند متعال. قال القرطبی ضرب الله مثلا للذین آمنوا تا آخر و ضرب الله مثلا للذین کفروا مثلا ضربه الله یحذر به عایشه و حفصه فی المخالفه حيث حين تظاهرت على رسول الله. یا در تفسیر زمخشری فی طیه هذین التمثیلین تعریض به عایشه و حفصه به جهت ما فرط منهما على التظاهر على رسول الله بما کرهه و تحذیر لهما على اغلب وجهین و اشده. و در تفسیر رازی هم همینطوره، در تفسیر نسفی هم همینجور و سایر تفاسیر. پس کار عایشه و حفصه به کجا رسید که قرآن علاوه بر این که تهدید کرد این دوتا را که یا توبه کنید، یا این که عرض کنم که انتظاهر علیه فإن الله و المولا، علاوه بر این اون قضیه دوتا زوجه را هم خداوند متعال مثل زده. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. خدا برای کسانی که کفر ورزیده اند، زن نوح و زن لوط را مثل آورده که هر دو در نکاح دو بنده از بندگان شایسته ما بودند و به آنها خیانت کردند و کاری از دست شوهران آنها در برابر خدا ساخته نبود و گفته شد با داخل شوندگان داخل آتش شوید. Straight Away TV.